پیش از حکومت کهریزکی اسلامی تلاش برای به دست یافتن به حقوق برابر زنان با مردان. نویسنده نادره افشار. بخشی از کتابم حجاب، پرچم اسلامیسم، فاشیسم قرن 21. 1928 برابر با 1307. زنان برای تحصیل در خارج از کشور به بورس آموزشی دست یافتند. 1936 برابر با 1314. با کشف حجاب اولین دبستان مختلط افتتاح شد. 1938 برابر با 1317 زنان بدون هیچ محدودیتی به دانشگاه تهران راه یافتند. 1944 برابر با 1123 قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید. شورای عالی جمعیت‌های زنان تشکیل شد. 1963 برابر با 1341 زنان به حقوق کامل سیاسی دست یافتند. یعنی در دوران محمد رضا شاه فقید و 5 سال پیش از جنبش ماه می 1968 اروپا و امریکا. 1963 برابر با 1142 زنان به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. 1966 برابر با 1345 با وحدت تمام انجمنهای زنان مانند سازمان زنان ایران تشکیل شد. 1967 برابر با 1346 زنان به کادر سیاسی وزارت امور خارجه وارد شدند. زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضویت در نیروهای انتظامی شدند. قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. 1963 برابر با 1347 شرکت نخستین وزیر زن در هیئت دولت. قانون خدمات اجتماعی زنان به تصویب رسید. اولین مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ایران گشوده شد. 1968 برابر با 1347 زنان به خدمت در صفوف سپاهیان انقلاب پرداختند. 1970 برابر با 1349 زنان به عضویت انجمن شهر و شهرستان و استان انتخاب شدند. 1975 برابر با 1354 قانون حمایت خانواده اصلاح شد و ایران در گرد همایی سال بین المللی زن شرکت کرد. نخستین زن به مقام وزیر مشاور در امور زنان رسید. 1978 برابر با 1357 طرح اقدامات ملی به تصویب رسید. در این سال 2 میلیون زن ایرانی رسماً به کار اشتغال داشتند. 187928 زن در دانشگاه‌ها و در رشته‌های تخصصی تحصیل می‌کردند. 146604 زن کارمند دولت بودند که از آنها 1666 نفر
سمت مدیریت داشتند. 22 زن نماینده مجلس، 2 زن سناتور، 1 زن وزیر، 1 زن سفیر، 3 زن معاون وزیر، 1 زن فرماندار، 5 زن شهردار، 333 زن نماینده انجمنهای شهرستان و شهر بودند. اما پس از افتضاح تاریخی سال 57، 8 مارس 1979 برابر با اسفند ماه 1357، تظاهرات زنان در اعتراض به تحمیل حجاب اسلامی، 1358 لغو قانون حمایت خانواده، محرومیت زنان از اشتغال به قضاوت، اجبار زنان به پذیرش حجاب اسلامی، جدایی زن و مردان در سواحل دریا و مسابقات ورزشی، تظاهرات زنان در اعتراض به تحمیل حجاب اسلامی و لغو قانون حمایت خانواده، 1359 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، خمینی به مقام ولی فقیه برگزیده می شود و احکام و سنن اسلامی نقش زن در خانواده و جامعه را تعیین می کنند. با آغاز انقلاب فرهنگی دانشگاه های ایران تعطیل می شوند، به زنان حق شرکت در انتخابات عمومی با رعایت موازین اسلامی داده می شود. 1360 حدود حقوق و آزادی های زنان را فتوای ولی فقیه تعیین می کند، به ویژه در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. 1361 بر اساس احکام اسلامی زنان از حق حضانت فرزندان خردسال خود پس از جدایی از همسر محروم می شوند. مدارس ابتدایی و دبیرستان ها منحصراً دخترانه یا پسرانه می شوند. 1362 گشت های پلیس ویژه مقابله با حجاب غیر اسلامی آغاز می شود. 1368 حق انحصاری شوهر به طلاق زن موکول به حکم دادگاه‌های خاص بر اساس موازین اسلامی می شود. 1373 به زنان اجازه داده می شود به عنوان مشاور قضایی در دادگاه‌های ویژه خانوادگی حضور یابند. 1376 سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را به شیرین عبادی اعطا می کند. در انتخابات ریاست جمهوری شمار کثیری از زنان به محمد خاتمی رأی می دهند. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی زنان تنها برای تماشا به میدانهای مسابقه فوتبال راه می‌یابند، که البته بعد دوباره این حق باز پس گرفته می‌شود و زنان دیگر حق شرکت در میادین ورزشی و تماشای مسابقات را ندارند تا به امروز. 1377 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حضور مشاور حقوقی زن را
در دادگاه های رسیدگی به دعاوی هزانت کودکان الزامی می کند. 1379 تمام دانشجویان دختر وارد شده به دانشگاه ها از تعداد دانشجویان پسر بالاتر می شود. دختران دانشجوی دانشگاه دخترانه ای قم در اعتراض به محرومیت از فرا گرفتن برخی از دروس، یعنی به سبب نبودن استادان زن، در مقابل دانشگاه به تظاهرات دست می زنند. و پیش از حکومت کهریزکی اسلامی در سال 1910 میلادی در 47 دبستان از 2167 دانش آموز دختر ثبت نام شد. در سالهای 1918 تا 1319 دولت میرزا حسن خان وثوق الدوله دارالمعلمات در ایران تأسیس کرد. همزمان 10 مدرسه ابتدایی دولتی دخترانه در ایران تأسیس شد. طی 10-12 سال از 1926 تا 1937 میلادی تعداد دانش آموزان دختر در دبستانها از 17,000 به 47,000 تن و دبیرستان ها از 700 تن به 2,000 دانش آموز دختر افزایش یافت. تأسیس مدارس دخترانه نیز سرعت بیشتری یافت. در نیمه دهه 1930 شاهد گشایش مراکز آموزش عالی به روی زنان بودیم. در سالهای 1936 تا 1937 بیش از 70 دانشجوی دختر در دانشگاه تهران درس می‌خوانند. دهه 1930 دولت نقش فعالتری در بررسی مسائل زنان داشت. از 27 نوامبر تا 2 دسامبر 1932 دومین کنگره زنان شرق با پشتیبانی جدی دولت در تهران برگزار شد. در پایان کنگره قطعنامه 22 ماده‌ای خود را در مورد حقوق زنان، فرصت‌های برابر آموزشی، شغلی و دستمزدها، اصلاح قانون خانواده و الغای چند همسری و روسپیگری را منتشر کرد. در دوران رضاشاه پس از بازگشت از کشور ترکیه سیاست منع چادر را در تابستان 1934 فرمول بندی کرد. یک سال بعد در 14 اکتبر 1935 علی اصغر حکمت وزیر معارف کشور را به ابتکار خود از تعدادی از دانش آموزان زن پیشتاز، افراد با سابقه و قدیمی، جنبش زنان دهه 1920 و 1930 خواست تا کانون بانوان را به وجود آورند. کانون علیه کفن سیاه که اشاره‌ای تحقیرآمیز به چادر بود به مبارزه پرداخت و در جلسه‌های خود شرکت کنندگان را به حضور بدون حجاب تشویق می‌کرد. 4 ماه بعد از 17 دی ماه 1314 خورشیدی برابر با 7 ژانویه 1936 دانشسرای تهران علیه چادر دست به اقداماتی زد. مخالفت نیروهای محافظه‌کار و مذهبی سرکوبی و کشف حجاب اجباری به سیاست رسمی کشور بدل شد.
در حالی که توده ها همچنان از چادر استفاده می کردن، زنان تحصیل کرده و بسیاری از زنان طبقه متوسط از کشف حجاب استقبال کردند. پس از اجرای رفع حجاب، کانون در 1937 از یک انجمن زنان به یک مرکز رفاهی و آموزشی زنان جوان و بزرگسال به ریاست خانوم دولت آبادی تبدیل شد. پس از کنارگیری اجباری رضا شاه از پادشاهی در سال 1941، حقوق زنان به درگیری نیروهای مدرن و محافظه‌کار و مذهبی بدل شد. واکنش عمده به حقوق زنان از جانب روحانیون محافظه‌کار و سازمان نوبنیاد بنیادگرای فدائیان اسلام سرچشمه می گرفت. آنان خواهان بازگشت به چادر و توقف جنبش حق رأی زنان بودند. از 1953 تا انقلاب سفید 1963 شاهد فعالیت تعدادی از سازمان‌های رفاهی و انجمن‌های حرفه‌ای زنان و همچنین انتشار نشریات زنان بودیم. در این دوران برخی از سازمان‌ها مانند جمعیت راه نو فعالیت داشتند. این سازمان در 1955 به وسیله خانم مهرنگیز دولت‌آبادی بنیاد نهاده شد. مهرنگیز دولت‌آبادی در نیمه دهه 70 میلادی نخستین سفیر زن ایران بود. در سال 1959 فدراسیونی با عنوان شورای عالی جمعیت‌های زنان ایران متشکل از 18 سازمان موجود زنان با حضور شاه دخت اشرف پهلوی به عنوان رئیس آن شکل گرفت. اگرچه فدراسیون استقلال داشت، اما پشتیبانی دستگاه پادشاهی نشانه آغاز جنبش حقوق زنان دولتی بود که در نیمه دهه 1960 به شکل گیری سازمان زنان ایران WOI انجامید. بین سالهای 1141 و انقلاب سفید تا درست سرفصل انقلاب اسلامی، زنان از همه گونه حقی برخوردار بودند. در سال 1959 دو آخوند، سید حسن طباطبایی و سید محمد بهبهانی، با این طرح‌ها مخالفت کردند که مخالفتشان رد و محکوم شد. دو هفته پس از ششم بهمن ماه 1341 و اعلام اعطای حق رأی به زنان، بازار و مناطق جنوبی تهران و چند شهرستان شلوغ شد. آموزش زنان نقشی حیاتی در ارتقای بیداری زنان و بهبود شرایط زنان در دوره 1946 تا 1976 ایفا ساخته است. در طی این دوران رقم دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی از 94,000 به 1,800,000، در مقطع متوسطه از 7,000 به 824,000 و در تحصیلات عالی از 500 نفر به 43,000 نفر افزایش یافت. همچنین 12,430 نفر زن عضو سپاه
سپاه دانش وجود داشت که در نیمه دهه 1970 در روستاها فعالیت می‌کردند. تا اواخر دهه 1970 زنان به بسیاری از رشته‌های تحصیلی از جمله پزشکی، حقوق، مهندسی، تعلیم و تربیت، علوم انسانی و جز آن راه یافتند. پیشرفت آموزشی در طی این دوره همراه با رشد سریع اقتصادی بود که با دادن فرصت‌های شغلی مسیر مشارکت زنان را در بازار کار از مشاغل تخصصی تا تمامی سطوح بوروکراسی دولتی تسهیل کرد. زنان در دانشگاه‌ها، ارتش و نیروهای پلیس و به عنوان قاضی، خلبان، مهندس و در ورزش‌های عمومی مشغول شرکت جستند. افزون بر این تعدادی از زنان در پست‌های دولتی برگزیده شدند. در اواخر دهه 1960 22 زن در مجلس، 2 زن در سنا، 333 زن یعنی 20% از کل در شوراهای محلی و 5 زن شهردار وجود داشت. افزون بر این 1 زن وزیر، 3 زن معاون وزیر، 1 زن سفیر و 1 فرماندار زن نیز وجود داشت. همه این حقوق از زنان ایران پس از افتضاح تاریخی سال 1357 پس گرفته شد. رضا شاه پهلوی در 17 دیماه 1314 قانون رفع حجاب را رسما اعلام کرد و در مراسمی که در جشن پایان تحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی تهران برگزار شد چنین گفت: بی نهایت مسرورم که می بینم خانمها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی برده اند. ما نباید از نظر دور بداریم که نصف جمعیت کشور ما به حساب نمی آمد، یعنی نصف قوای عامله مملکت بیکار بود. شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده اید، بدانید وظیفه شماست که باید در راه وطن خود کار کنید. شما تربیت کننده نسل آتی خواهید بود. انتظارمان از شما خانومهای دانشمند این است که در زندگی قانع باشید و کار نمایید و از تجمل و اسراف بپرهیزید. بازپخش از خواندنی ها ایران. شیرزادگان، با قدردانی و سپاس از سلسله پهلوی، این ایران سازان نوین، امیدواریم ایرانیان هرچه زودتر از گمراهی، جهل و عقب ماندگی عبور کرده و به عظمت، فرهنگ و کارایی خود پی ببریم. پاینده ایران و ایرانی.